سال 2016 بود که یه انیمیشن با مفهوم عمیقش و شوخی‌های مثبت 18 بی حد و مرزش تو کل دنیا صدا کرد. Hey! I'm gonna fix you. I'm gonna fix this. انیمیشن ساسش پاردی وقتی که اومد یه سری حد و مرزا رو جابجا جا کرد اون اعتقادات و عقاید دینی رو زیر سوال برد و یه دنیایی رو خلق کرد که انگار مواد غذایی انسانایی که به دنبال حقیقتن و انسان ها تو انیمیشن ساسش پارتی نماد خدا این مواد غذایی تو یک فروشگاه زنجیره‌ای زندگی می‌کردن و فکر می‌کردن اگر توسط انسان‌ها خریداری بشن و از اون فروشگاه بیرون برن به کمال میرسند. ولی وقتی یکی از مواد غذایی خریداری شده دوباره به فروشگاه پس فرستاده میشه اون که الان تمام رازها رو میدونه حقیقت رو به دوستاش میگه و همه با هم تصمیم میگیرن که انقلاب کنن حالا دوباره بعد 8 سال فصل اول سریال ساسش پاردی فوتوپیا تو هشت قسمت منتشر شد و داره اتفاقات بعد از انقلاب رو نشون میده. اگه یادتون باشه فرانک و براندا انقلاب رو رهبری کرده بودن. حالا هم خودشون رو مسئول اتفاقات بعد از انقلاب میدونن و تمام سعیشون رو میکنن که اون آرمان شهر رو برای مواد غذایی ایجاد کنن. مثل قسمت سینمایی این انیمیشن صدای فرانک رو ستروگن صداگذاری کرده و صدای براندا رو کریستیان ویک فرانک و براندا خیلی زود متوجه میشن که ساختن اون آرمان شهر کار ساده ای نیست و یا عالمه عوامل هست که اونا رو تهدید میکنه. بقیه مواد غذایی هم به عنوان رهبرشون از اونا خوب توقع جواب دارن. فرانک و براندا تصمیم میگیرن که یک انسان رو پیدا کنن، اون رو اسیر کنن و از اون جواب سوالاتشون رو بگیرن. ولی در واقع پیدا کردن انسان کار ساده ای نبوده چون دنیا کلا توسط مواد غذایی تصرف شده. توی همین هرج و مرج یه پرتغال تصمیم میگیره با دندونایی که از انسانهایی که توی انقلاب از بین برده یه عرض جدید معرفی کنه و یه سیستمی ایجاد کنه که با نابرابری رشد میکنه اون یه رژیم سرمایهداری ایجاد میکنه و جامعه رو به دو دسته سرمایهدار و فقیر تقسیم میکنه قشر فقیرگاه هم مجبور بودن دو شیفت کار کنن و به قشر پولدار خدمات رسانی کنن تا به ازاش دندون دریافت کنن در کنار این قضیه فرانکو براندا مقابل اون پرتغال قرار میگیرن و دنبال یک جامعه کمونیستی بودن جامعه کمونیستی یه جامعه با ایدئولوژی سیاسی فلسفی و اقتصادیه که کاملا در مقابل نظام سرمایهداری قرار داره فرانک و براندا دنبال این بودن که همه چیز رو مالکیت عمومی ایجاد کنن همین باعث شد یه رقابتی بین فرانک و براندا و طرفدارانشون و اون پرتغال و طرفدارانش ایجاد بشه در کنار این قضیه داستان اون نصیر شدن انسان هم هست و یه عالمه اتفاقای غیر منتظره دیگه ای میفته که کلی هیجان تون میکنه. قطعا اینو شنیدین که انیمیشن ساسج پارتی با شوخی های جنسی بیش از حدی که داره اصلا مناسب بچه ها نیست. اگه انیمیشن سینمای 2016 رو دیده باشین، آخرش واقعا قافل گیر کننده بود با اون صحنه‌ای که نشون داد. ولی خب باز اون حد تعادله بینشون ایجاد شده بود اون محتوای فلسفی بار فلسفی انیمیشن خیلی زیاد بود حالا در کنارش یه سری شوخی های مثبت ایجاد داشت ولی مشکلی که تو این سریال هست وقتی دیدن که اون همه بازخورد خوب داشته اون انیمیشن این شوخی ها رو به شدت زیاد کردن تو سریال که بعضی جا واقعا تو ذوق آدم میزنه دیگه حتی واسه آدم بزرگا هم خجالت آوره اما با همه اینا شخصیت های این سریال هم به نوبه خودش جالبه توی قسمت سینماییش از همه نژادها و فرهنگ ها توی انیمیشن داشتیم عرب داشتیم یهودی داشتیم و آمریکایی داشتیم و حالا خیلی از فرهنگ های دیگه ولی تو نسخه سریالی این انیمیشن خیلی به نژادها ها توجه نشده و بیشتر اون طبقات جامعه رو نشون داده مثل تخم مرغایی که برای گوشت ها و استیکا کار میکنن با همه اینا به نظر من نسخه سریالی این انیمیشن از نسخه سینماییش ضعیف اما ارزش دیدن داره و مطمئنم پلی سرگرمتون میکنه از اینجا به بعد ویدیو اسپویل داره اگه هنوز سریال رو ندیدی و میخوای ببینی این قسمت رو نبین ما تو کل هشت قسمت این سریال رقابت بین فرانک و براندا با جولیوس اون پرتغاله رو میدیدیم نظام کمونیستی در مقابل نظام سرمایه داری ولی اینکه آخر انیمیشن کدومشون پیروز میشه باید بگم که هیچ کدوم و فرانک تصمیم میگیره که نظام دیکتاتوری رو ایجاد کنه همین انیمیشن تموم میشه و یه پایان باز داره که احتمال میدم قرار فصل بعدی این سریال رو هم بسازن و خیلی برام جالبه که بدونم اون نظام دیکتاتوری فرانک جواب میده یا نه اگه این مینی سریال رو دیدی به هم بگو نسخه سینماییشو بیشتر دوست داشتی یا سریالیشو میبینمت